چهارم تا دهم شوال هفته بزرگداشت بقیع و محکومیت تخریب حرم مطهر ائمه بقیع علیهم السلام نامگذاری شده است. آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی نیز چند سال پیش روز هشتم شوال را روز جهانی بقیع نامگذاری کرد. با هم گزارش همکارم در رابطه با این رویداد تلخ تاریخی را بشنویم. چهارم شوال هر سال همزمان با آغاز هفته بزرگداشت بقیع و محکومیت تخریب حرم مطهر ائمه اطهار بقیع علیهم السلام توسط سنی‌های تندروی وهابی، حزن و اندوه شیعیان آغاز می‌شود. تخریب بقیع اشاره به رویدادی دارد که پس از محاصره مدینه در سال 1344 هجری قمری روی داد و قبرستان بقیع و بقعه های آن به فتوای مفتیان مدینه و توسط شیخ عبدالله بلیهد قاضی القضات سعودی ویران شد. پس از اشغال مکه، وهابیان به سرکردگی عبدالعزیز ابن سعود به مدینه روی آوردند و پس از محاصره و جنگ با مدافعان شهر، سرانجام شهر پیامبر خدا را اشغال کرده و به تخریب قبور ائمه بقیع و دیگر قبور، همچنین قبر ابراهیم فرزند پیامبر اکرم، قبور همسران آن حضرت، قبر ام البنین مادر حضرت ابوالفضل العباس و قبر عبدالله پدر پیامبر و اسماعیل فرزند امام صادق و بسیاری قبور دیگر پرداختند. تخریب بقیع واکنش مردم و عالمان بسیاری را در ایران، عراق، پاکستان، شوروی سابق و دیگر نقاط جهان برانگیخت. قبرستان بقیع پس از تخریب به زمینی مسطح تبدیل شد، اما محل قبور چهار امام معصوم با سنگ‌هایی مشخص شده است. تلاش‌های عالمان شیعه و همچنین دولت وقت ایران برای ایجاد سایبانی بر روی قبور ائمه بقیع و همچنین ساختن دیواری در اطراف قبور به رغم موافقت اولیه دولت عربستان سعودی هیچگاه به نتیجه نرسید. عالمان شیعه علاوه بر اعتراض به تخریب بقیع، آثاری در نقد مبانی وهابیت و تخریب اماکن مقدس تألیف کردند، از جمله کتاب کشف الارتیاب نوشته سید محسن امین و دعوت الهدا نوشته محمد جواد بلاغی. گفته شده که وهابیان نخستین گروهی بودند که با اتکاب دیدگاه‌های دینی به تخریب اماکن مذهبی پرداختند. نخستین تخریب قبور مطهر ائمه بقیع به دست وهابیون سعودی در سال 1220 هجری، یعنی زمان سقوط دولت اول سعودی‌ها، توسط حکومت عثمانی روی داد. پس از این واقعه تاریخی اسلامی با سرمایه گذاری مسلمانان شیعه و به کار بردن امکانات ویژه‌ای مرقدهای تخریب شده به زیباترین شکل بازسازی شد و با ساخت گنبد و مسجد بقیع به یکی از زیباترین مرقدهای زیارتی و در واقع مکان زیارتی سیاحتی مسلمانان تبدیل شد. آیت الله العظما سید صادق شیرازی نیز طی اظهاراتی که فایل صوتی آن در سایت و کانال رسمی دفتر معظم الله منتشر شد، این جنایت شنیع ضد شیعی و ضد فرهنگی را به شدت محکوم کردند. معظم الله همچنین بر لزوم افزایش درخواست‌ها برای بازسازی حرم ائمه بقیع علیهم السلام تأکید فرموده و افزودند تأثیر دردناک این جنایت هولناک کم نمی شود مگر اینکه این حرم مطهر دوباره ساخته شود و آثار تخریب از بین برود.